داستان کوتاه مرد اثر محمود دولت آبادی تعم لبوی نیمگرم هنوز روی زبان زلغتر بود او همین یک دم پیش کنار چرخ توافی بابا سهر ایستاده سی شاهی لبو خریده و تا آخرین ریزش خورده بود و حالا داشت رو به خانهشان میرفت از کنار سایبان سنگ تراش ها گذشت و به راه هر شبش قدم توی کوچه کلی ها گذاشت این کوچه اسم دیگری داشت اما چون توی کوچه یک کارمانسرای قدیمی بود و میان کارمانسرا کلیهایی از آنها که نل اسب، انبر، سیخ کباب، قنچکن و کار داشت بسخانه درست میکردند، کردند، جا منزل داشتند، به آن می گفتند، کوچه کلی ها. زلغدر، خواهرش ماهرو و برادر کوچکش جمال هم توی همین کاروانسرا در یکی از خانه های کنج دیوار شب و روز خود را می گذارندند. باباشان چراغ علی و مادرشان آتش هم یعنی با آنها بودند اما چه بودنی؟ امروز از صبح باریده و شب کوچه هنوز خیس بود ابرهای پر بالای سر همچنان نم پس میدادند. از ناودانها گاه به گاه آب چکه می کرد. نور کمرنگ لامپ های برق تار و انگار بخار گرفته بود. دنبال سر زلغدر از میدان و دستک خیابانهای چهار طرفش کم و بیش هیاهوهای فروشنده های دورگرد شنیده میشد. شب تازه در نیمه اول بود. زلغدر سرش را که بلند کرد به در کاروان سرا رسیده بود. اما پیش از آنکه پا به میان در بگذارد، صدای زنجموره بابایش او را ملتفت خود کرد و سر نگاهش داشت. صدای بابایش مثل صدای یک جور حیوان شده بود. حیوانی که زلغدر نمی شناختش. و یا به گوش او اینجور می رسید. زلغدر به بابا نزدیک شد و کنارش ایستاد. چراغلی کنار جرز نمبر داشته کارمانسرا چون باطمه زده سرش را روی زانوهایش گذاشته بود و توی ناله هایش صداهای گنگ و غریبی از خودش در می آورد. هوا آنقدرها سرد نبود. اما زلغدر میدید که پدرش دارد می لرزد. پدرش را صدا زد. چراغلی سرش را بالا آورد و به زلغدر نگاه کرد. چشمهای مرد به دالانی تاریک مانند شده بود زلقدر خواست از او بپرسد که چی شده و چرا اینجا نشسته اما بابا سرش را پایین انداخت و ناله کرد زلقدر پیش پای او نشست و پرسید حالا نمیخوای برخیزی بریم خونه بابا باز هم جوابی نداد زلقدر فکر کرد باید اتفاقی افتاده باشد برخواست و تند از در کاروانسرا تو رفت و تا در خانهشان دوید خواهر و برادرش هم بیخ دیوار نشسته بودند و معلوم بود که گریه هایشان را کردند. زلغرد پرسید چرا بابا اونجا نشسته؟ داره با خودش حرف میزنه؟ جمال حرفی نزد. ماهرو هم خاموش بود. زلغرد به خواهر و برادرش تشر زد. زباناتونو کندند؟ میگم بابا چرا اونجا نشسته و داره با خودش حرف میزنه ها؟ ماهرو و جمال با هم گریه سر دادند و یکیشان گفت دعوا بازم دعوا. ماهرو گفت آتش کاسر رو برداشت زد به سر بابا بعدش هم چادرش رو سر انداخت و از در رفت بیرون بازم زلقدر باز کرد نمیدانست چه کاری باید بکند چه کاری میتوانست بکند چرا اینطور شده بود چرا اینطور شده بود زلقدر هرچه به مغز خودش فشار می آورد بفهمد چرا اینطور شده بود آنها چراغلی و آتش دوتا بودند مثل دو دشمن خونی حتی یک شب نبود که آرام و بیدعوا سر روی بالش بگذارند چشم دیدن هم را نداشتند چرا اینطور شده بود چرا اینطور شده بودند زلقدر پشت به دیوار داده بود سرش پایین بود و خیالش روی همین چیزها دور میزد و برای خودش دنبال جوابی میگشت اما هرچه بیشتر میجست کمتر مییافت همین بود که پیشانیش بیشتر در هم رفت و دلش بیشتر میگرفت اما چاره چه بود؟ کاری شده بود. مادر باز هم خانه و بچه ها را گذاشته و رفته بود. اما کجا رفته بود؟ زلقدر دلش نمیخواست به این فکر کند. هر وقت توی خیالش فرو میرفت، بلفور مردی به خاطرش میآمد که چشمهایی بزرگ و آبی و برآمده داشت. مردی که چکمه های ساق بلند لاستیکی می پوشید و کلاه نمدی سرش میگذاشت و سبیل های زرد و آویزانی داشت. یک مرد قد بلند که رختهای تنش پر از قطره و شتکهای خون بود. خون گوسفندها، خون گاوها که تنش بوی پوست و چرم میداد. مردی که یکی از دندانهای پیش دهنش طلا بود. یک مرد تنومند، کسی که می توانست بابای زلغت را توی یکی از گالشهایش جا بدهد. آن وقتها وقتی که زلغت هنوز پنج سالش تمام نشده بود از او خوشش می آمد. رشید بود. خیلی رشید بود مثل یکی از پهلوانهای پرده شمایل مرشد نبی به نظر ذلقدر میآمد دستهای بزرگی داشت و گاهی های بلند و خونینش را زیر چانه ذلقدر میگذاشت و به او میگفت پخ. با آتش میرفتند و او را میدیدند از میدان سوار میشودند و یک راست میرفتند به میدان راه آهن آنجا پیاده میشودند و باز سوار میشودند و یک راست میرفتند به سلاخانه آنجا همه چیز و همه جا بوی خون میداد. دیوارها، جوی، خیابان، همه جا خونی بود. در جوی خون و آب و پهن و لجن قاطی هم بودند و سنگین و دم کرده میخزیدند و به سوی میرفتند. گوسفندها و مردها، مردهایی که چخاب تن و چوب به دست داشتند، راه را بند می آبردند. در پاورقی آمده است که چوخا به معنی نیمتنه پشمی دست بافته بی آستین است. ادامه داستان با این همه آتش خودش را به در سلاحخانه می رسان و همو را همو مرد رشید را پیدا می کرد. بیش از یک آب خوردن نمی گذشت که سلاخ پیدایش می شد. با گالش های ساق بلندش پیش می آمد. هر قدمش به اندازه دو قدم مردهای دیگر بود. باز و استوار و مردانه قدم بر می داشت و خنده ای گشاده به لبایش داشت. آنطور که دندان طلایش در آفتاب برق می زد. پیشانیش عرق کرده بود. خون تازهی روی رختهایش شتک زده و کارد دست و استخانیش بر کمرش بود. خب، خبر تازه؟ همیشه همین را می گفت. بعد دوتا انگشت بزرگش را زیر چانه زلغد می گذاشت و می گفت پخ و آنها را به راه میانداخت. از میان گوسفندها و مردها می و رو به دکان جگر فروشی می برد. همینجا بود که زلغد و مادرش یک شکم سیر می خوردند. نه پنج یا ده سیخ. شاهیدر می گفت چهل سیخ جگر و دل و دنبلان بگذارند روی منقل. خودش بازی بازی میکرد و میگذاشت تا آتش و بچهش سیر بخورند. بعد می گفت چای بیاورند. همونجا چای می آوردند سه تا استکان بزرگ. و تا زلغدر سرش گرم چای خوردن بود، آنها آتش و شاهیدر سرهاشان را نزدیک هم می بردند و پچپچهایشان را می کردند. و موقع آمدن شاهیدر یک کل پاچه و چند تا تکه گوشت و جگر سیاه توی کیسه کرباسی آتش جا میداد. گردن کیسه را میبست و آنها را تا سر خط ماشین همراهی می کرد و از آنجا به سر کارش برمیگشت. آتش خوشحال به خانه برمیگشت. کل پاچه را تکه تکه می کرد، یک تکش را برای خودشان بار میگذاشت بقیه را به کلی ها می فروخت. بعد به حمام میرفت از حمام برمیگشت سر و زلفش را شانه می کرد گونه ها و لبهایش را سرخاب می مالید. روی کفشهایش را رو میشست چادرش را به سر می و از در بیرون میرفت رفت. اینجور وقتها اگر بچه ها از گریه و جیغ خفه هم میشدند او بر نمی گشت دنبال سرش را نگاه کند. اما زلقدر دیگر گریه نمی کرد. فقط از خودش می پرسید کجا دارد می رود. هنوز هم دلش نمی خواهد باور کند و از خودش میپرسد راستی کجا میرفت؟ راهی به نظر زلغت رسید. اینکه پیش بابایش برود و هر طور شده او را به خانه بیاورد، زیر کرسی بخواباند با او همدلی کند. فکر کرد، می دود، می رود،, می رود می رسد. زیر بازوی بابا را می بلندش می به خواهش بلندش می کند، دلاریش می, کند. دل می داد. به خانه می آوردش. برایش چای داغ درست می کند، کاری می کند که خوابش ببرد. می رود برایش قرص می خرد. یا می و یک هب تریاک از استانیاز پیر مرد کلی می ستاند و برایش می آورد. توی آب گرم وایش می کند و می دهد سر بکشد. میدانست که جان بابا به همین بست است. بابا نبود. رفته بود. جا خالی بود. زلغدر دمی همونجا معطل ایستاد. چیزی به عقلش نرسید. بابا کجا می توانست رفته باشد؟ از کدام طرف؟ رو به کجا؟ به مسجد؟ نه. او مسجد رو نبود خیلی وقت بود که دیگر نماز نمیخواند به گود نه او دیگر پولی به کیسه نداشت تا بابت دود تریاک بدهد علی جان هم که به او نسیه نمیداد پس در کوچه ها سرگردان شده بود در این هوای سرد او که یک دم پیش آنجور میلرزید توی کوچه های پرلای و لجن پرسه بزند چه کار؟ دنبال چی؟ برای چی؟ لابد نیمتنه کهنش را رو روی سرش انداخته و با پشت خم شدهش مثل دیوانه ی آرام از کنار دیوار راه می رود. دندانهایش از سرما به هم میخورند و صدا می کنند. تنش می لرزد. می نالد و صدایی مثل یک حیوان، حیوانی که زلقدر نمی از گلو بیرون می دهد. آب توی کفشهایش می رود. حتما آب توی کفشهایش می رود. و اگر هوا رو به سردی گذاشت چی؟ پایش یخ نمی زند. لابد هرچه سرما به او فشار بیاورد او هم ناله هایش را بلندتر از گلو بیرون می دهد. ناله هایش لابد دلازارتر می شوند. مثل زجه گداهای تنها در خلوتی کوچه های شب. و حتما لط دری باز می شود و دست پیرزنی که چادر خود را محکم به دندان گرفته تکه این نان و گوشت کوبیده شب مانده از لای در بیرون میدهد و پدرش چراغلی نزدیک در خانه می استد. اول شرم می کند. بعد با شک، با دودلی دستش را دراز می کند و نان و گوشت شب مانده را از دست پیرزن می گیرد و دست خشکیده و بلند خود را به زیر بال نیم تنش می کشاند و زیر لب میگوید خدا به سفرهتان برکت بدهد. ها؟ حتما این کار را می کند؟ شدنیست؟ زلغت این را از خودش پرسید اما از خود جوابی نستان پس ناچار به کاروانسرا برگشت و به خانهشان رفت سر راهش استانیاز پیرمرد ریشهنایی را دید اما یادش رفت سلام کند از او که گذشت این را فهمید استانیاز صرفه کرد و به لانهاش خزید و زلغت هم به خانه پا گذاشت برای کرسی آتش درست کرد بچه ها را زیر کرسی نشاند آرامشان کرد خودش هم یک گوشه نشست و تکیهش را به بالش داد و توی فکر فرو رفت و گوش به صدای صرفه های کندپاره پیر مرد ریشنهایی کولی داد. ماهرو و جمال آرام آرام داشتند به خواب می رفتند. پلک های ماهرو به هم آمده بود. و جمال سر روی شانه او گذاشته بود و می رفت که به تمامی بخوابد. اما زلغت را خواب نمی برد. خسته شده بودند. اما خواب نمی آمد. میآمد دور چشم ها پرسه میزد اما بر پلک ها نشست. نیش میزد و میگریخت. میگریخت و مجه ها را می آزرد. میان کاسه های چشم ها انگار نرمه شن ریخته بودند. یک جور حال دیگری داشت. حس می کرد کلش پر از سرب شده. سنگین و بزرگ به نظرش می آمد. فکرهایی در مغزش جا گرفته بودند که نمی بفهمدشان. اذیتش می کردند. یعنی چه؟ یعنی چه؟ پدرش خیلی شکسته شده بود. خیلی شکسته شده بود. چی شده بود؟ دیگر میشد به اون نام پدر داد؟ برای چی؟ هر کدام از طرفی می روند. هر کدام از طرفی رفتند. هر کدام از طرفی رفتند. دیگر نیستند. انگار نیستند. گم شدند. انگار نبودند. انگار نبودند. انگار هیچ وقت نبودند. هیچ وقت. از آتش فقط یک جفت ابروی سیاه، دو تا چشم میشی، یک دهن پر از دندان سفید و رشته های موی پیش در پیچ، یک جفت کفش قرمز و یک چادر سیاه با تابی که به بالش میداد در خانه مانده بود. در خانه نمانده بود، در خاطر خانه مانده بود، در خیال زلغدر مانده بود، این چیزها نبودند، ردشان بود، مثل سایه های گذرنده، سایه های رمنده مثل گذر سایه گربه ای از لب بام اینها نبودند خیال بودند حالا خودش کجا بود آتش کجا بود شب و سرما این دوتا مثل اینکه از هم زاییدند چرا آدم حس می کند هر کسی لای این دو چیز شب و سرما گیر کند له و مچاله می شود آتش حالا توی شب و سرما بود نه او مثل بابا مثل چراغلی بی دست و پا نبود او مثل کبک بود توی سرما هم گرم بود اما کجا بود؟ توف بر این فکر چرا این فکر مثل نیشتر همیشه آماده بود که جان زلغد را بگزد؟ یک اتاق گرم بخار سماور، کرسی و آتش چادرش را لابد انداخته دکمه های یقش را لابد باز کرده و لم داده کجا لم داده؟ به یک بازوی بزرگ و سفید و سینه پهن که موهای زرد و پیچ پیچ دارد و از یقه زیر پیراهنی رکابی بیرون افتاده. به تنی که پوستش همچنان بوی خون و چرم و پشم میدهد. بوی خون تازه گوسفند و گاو. بوی سلاخانه، بوی آخرین نره های نره گاو و شطور. توف بر این فکر. چه موزی بود. چه موزی بود. هر وقت زلغج به مادرش فکر می کرد، این هم این فکر هم مثل بال مگس به مغزش می چسبید. توف. اصلا چرا باید اینجور فکرها رو به مغز راه داد؟ کی راه می دهد؟ این فکرها خودشان میآیند میچسبند، می چسبند. سمجند. ملاحظه هیچ کس را نمی کنند. می آیند, جا می کنند. می چسبند و قایم می شوند. و همین که تو خواستی به چیزی فکر کنی آنها هم خودشان را قاطی می کنند. مثل ریسمان به دست و پایت می پیچند. چه سمج. چه سمج. توف. حالا چه باید بکنیم زلقدر این را از خودش میپرسید فکر میکرد حالا تکلیفش چیست هوای خانه انگار دم داشت خفه کننده بود زلقدر نتوانست بیش از این بر جانشسته بماند برخاست خواهر و برادرش را یک بار دیگر نگاه کرد هر دو به خواب رفته بودند زلغدر رویشان را پوشاند و زیر سرهاشان را هموار کرد آنها هر دوتاشان از ذلقدر کوچکتر بودند جمال هنوز پنج شش ساله بود و ماهرو تازه به مدرسه می رفت. بردو حالا روی دست زلغدر مانده بودند و او حس می کرد هم برادر آنهاست، هم مادرشان و هم پدرشان. در را آرام باز کرد، پا به حیات کارمان گذاشت و همانجا دمی ایستاد. شب و خاموشی همه جا را پر کرده بود. کلیها به خواب رفته و بی صدا شده بودند. اما انگار صدای تق و تق چکشهایشان بر سندان، صدای چکشکاری انبورهای قند و منقاش و کارد آشپزخانه و سیخهای کباب در هوا بود و میچرخید. در پابرقی آمده است که منقاش به معنی انبورک است. ادامه داستان مثل اینکه صداهای روز به آسمان رفته بودند. گم شده بودند و حالا داشتند پیدا می شدند و پایین می آمدند. صدای آواز نجات هم می آمد. او همیشه وقت کار میخواند ولایتی میخواند یک جور دلکنده ای میخواند توی سوراخی که از خلب و خشت کنج کاروانسرا برای خودش درست کرده بود پشت سندان کوچکش مینشست و انبرهایی را که روز پیش از کوره درآورده و روی هم ریخته بود چکشکاری و پرداخت میکرد. حالا هم صدایش توی هوا بود و هم ضربه های چکشش. خانواده های دیگر هم به خواب رفته بودند. هم چراغ شیرکشخانه علیجان خاموش بود و هم کبوترهای زاغی از صدا افتاده بودند. تنها صرفه های نفسگیر استانیاز پیر مرد ریشنایی گهگاه می آمد. میدانست که او تنگی نفس دارد و شبها را خواب و بیدار به صبح میرساند اول از او می ترسید، اما کم کم آشنا شد، خیلی آشنا شد. آنقدر که وقتی می دیدش سلامش می کرد. زرقدر مثل اینکه از چیزی واهمه داشته باشد به این سوی آن سوی نگاهی کرد دور تا دور کاروانسرا خانه های کوچک کوچک بود هر کدام مثل یک لانه روبا زلقدر همیشه میدید که آدمها وقتی میخواستند تو بروند خودشان را خم میکردند و این جور وقتها مثل چیز دیگری غیر از آدم میشدند نمیدانست مثل چی اما میفهمید که مثل آدمی زاد نیستند اصلاً آدمیزاد چه جور شکل و قیافه باید داشته باشد. زلقدر این را هم درست نمیدانست. زلقدر هیچ چیز را درست نمیدانست. اما همیشه وادار میشد که از هر چیز سر در بیاورد. خودش هم این جور میخواست. برای همین دائم هوش و حواسش به دور بود و هر چه که دور برش میگذشت، گویی میخواست مغز هر چیز، هر پیش آمد و هر موضوعی را بشکافد. میخواست از جز به جوز سر در بیاورد بداند میخواست همه چیز را بداند اما راه دانستن هر چیز را نمیدانست برای همین بیشتر وقتها گیج میشد شقیقه ها و چشمهایش درد میگرفتند کلافه میشد و از حالی که داشت میگریخت میان گودال کاروانسرا از حلبی پاره و آهنهای زنگ خورده خرمنی درست شده بود کنار خرمن آهن و حلبی پاره درشگه لکنته پدر زلغدر سیاهی میزد. تا چراغلی اسب درشگهش را نفروخته بود، حیوان را توی طویله کاروانسرا را میبست. درشکه را هم بیرون در کنار دیوار میگذاشت. صبح به صبح اسب را از طویله بیرون میکشید و با کمک زلغدر درشکه را به اسب میبست. بسم الله میگفت و از در کاروانسرا بیرون میرفت. چه اسبی هم بود؟ سیاه و لاغر. زلغدر حال که فکرش را میکرد یادش میآمد که این آخری ها مثل یک بوز شده بود. بوزی که موهایش ریخته باشد. استخان کفلهایش بیرون زده بود. روی تیره پشتش زخم کهنه مانده بود. گردنش تیخ کشیده و خشک شده بود. گوشهایش لغ شده بودند. سر زانوهای جلوش از بس سکندری خورده بود زخم شده بودند. و روی چشمهایش هم قباری کدر نشسته بود. زلغدر بی اختیار به طرف درشکه رفت. درشکه شکسته، پار پوره و از قوار افتاده بود. مثل آدمی که به ضرب چماق از پادرش آورده باشند. زلغدر دور درشکه چرخید. بعد پا روی رکابش گذاشت. از آن بالا رفت و سر جای پدرش نشست. آن وقتها چراغلی گاهگاهی زلغدر را هم کنار دست خودش سوار می کرد و تا میدان می برد. آنجا پیادهش می کرد تا به مدرسه برود. زلغدر کنار میدان از رکاب پایین میپرید، راهش را کج می کرد و یک بار دیگر برمیگشت و زیر لبه کلاهش رفتن درگر را نگاه میکرد و به صدای سمکو کوبیدن اسبشان گوش میداد. اما حالا جای اسب خالی بود، انگار که هیچ وقت نبوده است. پیش از این زلغت گاه و بیگاه پدرش را میدید که یکی دو نفر از دنبال سرش راه انداخته و خودش هم مثل آدم های گرفته رو به کاروان سررا میآید. آنها یک راست بالای سر درشگه می آمدند. کمی نگاهش می کردند، با هم چانه می زدند و می رفتند. و باز فردای شراغلی آدم های تازه را بالای سر درشگه می آورد و با هم مشغول چانه زدن می شدند. اما هنوز نتوانسته بود درشگه را بفروشد. زلغدر همونجا سر جای پدرش مثل همو قوز کرده نشسته بود و با خودش فکر می کرد. فکرهایی که تا امشب و این ساعت به سرش نزده بود. یک جور پریشانی خاطر داشت پریشانی خیال تا حال کمتر اینجور شده بود همیشه شبها میخوابید و صبحها بیدار میشد از خانه بیرون میرفت تا وقتی روبه مدرسه ای بود رو به مدرسه میرفت از وقتی هم که مدرسه را تمام کرده بود راه خیابانها را پیش میگرفت و میرفت دوروبر چرخهای توافیها برای خودش میپلکید و توی میدان بارفروشها کمک این آن میکرد و به جایش کمی میوه و سبزی میگرفت و به خانه برمیگشت و اگر احیانا پولی گیرش می آمد توی قلک میانداخت تا برای عیدش کفش و پیراهن بخرد. هرچه بود روز و شب برایش همیشگی و معمولی بود. هیچ وقت فردا دلش را نمی لرزند. بودن بابا و مادرش با همه ناجوریشان برای او یک جور پشتوانه و تکیه‌گاه بودند. اسم کرد کسی را دارد، کسانی را دارد، مادری که برایش کرسی را گرم کند، پارگی رختهایش را بدوزد و نفرینش کند، و پدری که به رویش براغ شود به او چشم غره برود فحشش بدهد و گاهی هم یک دو قرانی کف دستش بگذارد اما امشب طور دیگری بود غیر از شبهای پیش و فردا مثل اینکه چیز تازه و عجیبی بود که باید میآمد فردا پهن و بزرگتر بود و او تنها و تنها تر بود حس میکرد چیزهایی از او جدا شدند و او هم از چیزهایی جدا شده است مثل اینکه قبایی را از تن او واگردانده بودند سرما سرما حس کرد فشار سرما بیشتر شده است و دم به دم دارد بیشتر می شود فردا چی می شد؟ فردا چطور بود؟ فردا چی بود؟ رنگ و بویش با همه فرداها آیا فرق نمی کرد؟ آیا فردا همین آدم های دوروبر با چشم دیگری به او نگاه نمی کردند؟ فردا برادر و خواهرش چطور از خواب بر می خواستند؟ چطور چای و نان میخوردند؟ چه میکردند؟ اینها همه برای زلغدر سوال بود و او جوابی برای خودش یافت گویی همه چیز خود را او باید رو به راه میکرد. صدای به هم خوردن در کاروانسرا خیالش را برید. او را از جا کند و بی اختیار رو به سوی در گرداند. در کوچک آدم رو باز شد و زنی قدم به دالان گذاشت. زلقدر فکر کرد باید از کولی ها باشد. اما نه مادرش بود. قدی کشیده در چادری سیاه او این وقت شب اینجا چه می کرد؟ آمده بود سری بهشان بزند زلقدر به نرمی خودش را پشت درشگه قایم کرد تا مادرش را نبیند اما آتش هم به درشگه نگاه نکرد یک راست رو به خانهشان رفت در را باز کرد پا توی اتاق گذاشت و در را پشت سر خود بست زلغدر با خود گفت حالا او چه می کند؟ و منتظر بود که به صدای مادرش رو به خانه برود و وانمود کند که بیرون بوده. مادر بیرون آمد. زلغدر را صدا کرد. زلغدر خواست رو به او برود اما نتوانست. پایش پیش نمی رفت. ماند. بی جواب ماند و خودش را بیشتر قایم کرد. آتش باز همون را صدا کرد. یک بار، دو بار، چند بار اما هر بار زلغت خودش را قایم تر کرد تا اینکه مادرش خاموش به خانه برگشت و در را بست. حالا چه می کرد؟ لابد می رفت کنار بچه ها می نشست و نوازششان می کرد؟ دستش را روی موهایشان می کشید، نگاهشان می کرد، غمشان را می خورد، لبهایش به پرپر می و چشمهایش تر می لابد زیر زبانی با آنها که خواب بودند حرف می زد. درد دل می کرد. می گفت چاره ای ندارم. باید تا حالا بیرون می کار دیگری نمی توانستم بکنم. باید میماندم و بعد لابد لبهایش را به دندان می و از گریه خاموش بالهای بینیش پرپر پر میزد و بعد لابد سیگاری برای خودش روشن می کرد. میان انگشت های بلندش می گرفت. پاشنه سرش را به دیوار تکیه میداد و بالای سرش را از حلقه های دود پر می کرد. و بیان که بداند چی می بیند به گوشه نگاه می اما نه نه او دیگر نباید توی غم برادر و خواهر زلقدر باشد نباید به سر و گوش آنها دست بکشد نباید با مهر نگاهشان بکند نباید نباید گریه هایش را هم ببرد سر گور پدرش دیگر چشمای او پاک نیستند دستهایش پاک نیستند نفسش پاک نیست گریه هایش پاک نیستند او نباید دستش را روی گونه های ماهرو بکشد زلف های جمال را از روی پیشانیش نباید پس بزند روی چشمای آنها را نباید ببوسد ران ماهرو را نباید نیشگون بگیرد توی سر جمال نباید تپ بزند نفسش را نباید روی گوش و گردن بچه ها بدمد دستهای او بوی خون تازه سلاخانه را میدهند بوی عرق تن غریبه بوی تن مردی که پشمای سیناش پیچ در پیش و خاکستری رنگ است نفسش بوی نفس او را میدهد بوی جگر سوخته بوی پشم ناشوی بوی سلاخ خانه می دهد. نگاهش هم همینطور. دیگر نگاه نیست. مثل دو تکه گوشت است. گوشت خام. از آنها که اگر زیر دندان بگیریشان چنده شد می شود. موهای تنت سیخ سیخ می شود و لبهایش. اوف. لابد یک ساعتی مکیده شدند. تا همین یک دم پیش تنش بو میدهد، بوی عرق تن مردها را میدهد. نه، نه. نه. او دیگر نباید پای کرسی این خانه بنشیند باید برود باید برود و گم بشود مایه سرشکستگی است ننگ است کاش همین الان از در بیرون بیاید و برود گورش را گم کند زلقدر چه کینهی در دلش به مادر خود حس می کرد دیگر نمیخواست او را ببیند نمیخواست که او را همین یک دم پیش دیده بود خیال کن شرمش هم می آمد که چشمش به مادرش بیفتد حتی فکر مادرش او را میآزرد بیزارش میکرد میخواست که دیگر هیچ وقت روی آتش را رو نبیند. با این همه ته دلش به حال او میسوخت. از فکر او اسش میگرفت. حتی حس میکرد دلش میخواهد برای او بگرید. اما در زلقدر این دو حال جمع شده بودند. هم بیزاری هم مهر. هم خواستن هم نفرت. انگار با یک چشمش برای مادر میگریست و با یک چشمش خشم داشت. همین بیشتر مایه آزارش میشد. قلبش پر از سوزن بود. باید آتش به خواب رفته باشد. زلغج پاورچین پاورچین به پشت در آمد و گوش داد. هیچ سر و صدایی نبود. فکر کرد آن خیالاتش هم شاید راست نبوده چون اینطور پیدا بود که مادرش خوابیده است. خواست به خانه برود اما نرفت. دلش نیامد. سرما اذیتش می کرد. رو به در کاروانسرا به راه افتاد. در را آرام باز کرد و بیرون رفت. صدای صرفه پیرمرد ریشنایی کولی پشت سرش می کوچه خالی و خلوت بود. همه جا شب بود. چراخهای کدر برخ هم از پاشیدن نور دریغ می کردند. زلغدر ماند و بعد به راه افتاد. کنار دیوار میدان بارفروش ها آتش درست کرده بودند. توی یک چلیک خالی آتش درست کرده بودند. در پاورقی آمده است که چلیک به معنی پیت می باشد. ادامه داستان زلغدر می شناختشان. آنها هم زلغد را می شناختند. زلقدر پیش آنها رفت و کنار آتش نشست. دو نفر بودند که شب را به نوبت پاس می دادند. آن که خواب رفته بود اما تقی بود و آن که خواب و بیدار روی چهار پایه کنار آتش نشسته و پالتوی نیمداری روی شانههایش انداخته بود، علیگر بود. اما علی صدایش می کردند. خیلی وقتها زلغدر می آمد و کمک علی بار را از ماشین پایین میداد. علیگر خیلی هم جوشی بود و یکدم زبانش بی فوش قرار نمی گرفت. زلغتر هم وقت کار به فوش های او خود داشت. او دلگیر نبود چون به کارش میزد. چطور این وقت شب از خانه زده بیرون؟ زلغتر کنار حلبی آتش نشست و دستهایش را روی حرم شعله گرفت. علی آقا چشمهایش را با پشت دست مالید و به زلغتر نگاه کرد. آه؟ زلغتر همچنان خاموش و نگاه در آتش ماند. علی آقا با تک تخته ای آتش را جلا داد و گفت سر شبی بابا تو دیدم که لول میخورد و سرپاینی میرفت. زلغدر باز هم بی جواب ماند. علی آقا گفت ننتم حالا دیدم که داشت می آمد. همینجا تو میدان از ماشین پیاده شد. هرچرا که علی آقا می خواست بگوید زلغدر می دانست. بیشترش را هم نمیخواست که او بداند. علی آقا یک استکان چای مانده برای زلغدر ریخت و جلوی او گذاشت. و پلکای سنگینش را برهم گذاشت. زرقدر گفت بخواب من بیدار میمونم. علی آقا خودش را گرد کرد و کنار چلیک آتش خوابید. زلغدر چایش را خورد و به نزدیک گرما خزید. دیگر خواب از سرش پریده بود. به خیابان خالی چشم گرداند. پاسبانی و سگی آن طرف میدان در سایه روشن دیوار پرسه میزدند. زلغدر رو گرداند. شب خیلی گود بود و خیالات زلغتر خیلی سمج بودند. دیگر داشت از دستشان زله و عصبانی می شود. اما چاره هم نمیدید تا بتواند از گیرشان رها شود. مثل مگس دورش کرده بودند. اما مگر این شب تا کی میخواست طول بکشد؟ تا قیامت؟ نه. آخرش تمام می شد. باید تمام می شود. مثل دوده سیاه بود و مثل چرکی که به پشت دست بچسبد به روح زلغت رو چسبیده بود. باید آن را میشست باید از خودش دور میکرد دیگر تا به این را نداشت که زیر این دیگ سیاه یک بار دیگر هم فکر و خیالات گزندش را دوره کند نه حاصلی نداشت که چی بشود مثل اینکه آدم با دست خودش صد تا بچه کژدم را به جان خودش بیاندازد ولی چی که خودش را بچزاند نه باید شب را تمام کرد باید شب را به سر آورد به سر آمد اما پرعمرترین شبهای عمر زلقدر بود چه طولانی و دراز بود یک دالان سیاه و بی سر و تن. اما روزنه در آن پیدا شد. سهر پیشانی خود را گشود. میدان به جنبش درآمد. آمد. علی آقا برخواست و زلغد را دید که همچنان روی خاکسترهای گرم چلیک خم مانده است. علی آقا پس سرش را خاراند و گفت حالا تو بگیر بخواب جا گرمه. زلغد برخواست. حس می کرد استخانهایش تیر می کشند. تنش را کش داد و گفت نه nah, من میرم خونه کار دارم. علی آقا چند تا پرتقال و سیب مانده توی یک پاکت ریخت و به دست زلقدر داد. زلقدر پاکت را گرفت و رو به کارمان به راه افتاد. سنگ ها هنوز دست به کار نشده بودند. گلولای کف کوچه یخ بسته بود و سفت شده بود. کلی ها تک و توکی از خواب بیدار شده و یک لط در کاروانسرا را باز گذاشته بودند. زلقدر پا به دالان گذاشت و رو به در خانهشان رفت. در را که باز کرد مادرش را دید که بخش بندیلش را بسته چادر به سر کرده و میخواهد از خانه بیرون برود آتش به سرش را که دید ایستاد به او براغ شد و گفت شب کجا بودی زلغت به حرف او التفاتی نکرد حتی به مادرش نگاه هم نکرد از کنارش گذشت و به کنار کرسی رفت بغل دست خواهر و برادرش نشست آتش به او برگشت از چشمهایش خون میبارید دندانهایش را روی هم فشار داد و گفت هر جهنمی که بودی خوبه حالا من میرم و دیگه بر نمیگردم که شکل نحس شماها رو ببینم این را گفت و بیرون رفت و لط در را با پشت سرش به هم زد ماهرو صورت خود را در لحاف پوشاند و جمال گریه را سر داد زلغت برخواست در را محکم بست و به برادرش تشر زد بی گریه. جمال خاموش شد و زلغدر روی کرسی نشست. آرنجهایش را رو روی زانوها گذاشت و سرش را پایین انداخت. لحظه همه خاموش بودند. زلغدر ناگهان مثل ببری برخاست و میانه خانه ایستاد. بعد شروع کرد به قدم زدن. خودش چنین خواستی نداشت اما احساس می کرد قدمهایش را دارد بزرگتر از همیشه بر دارد. کنار دیوار را گرفته بود می رفت و برمیگشت گشت و دندان بر هم می سایید. راه سه ساله را باید یک شبه می پیمود. همین شب باید از میان هزار شب می گذشت. فشرده فشرده تا مرد شدن او هزار شب راه بود. روبرو چشمش به کلیجه پوستین کهنه پدرش افتاد که به میخ آویزان بود. در پاورقی آمده است که کلیجه به معنی نوعی نیمتنه بلند است. ادامه داستان این نیم پوستین کهنه را پدرش وقتی می پوشید و بالای درشگش می نشست که برف می آمد. اما حالا دیگر خیلی پاره پاره شده بود. به تن نمی ماند. زلغدر کلیجه را از میخ وا گرفت و آن را بی اختیار روی دوشش انداخت. کنار در آینه شکسته به دیوار بود. جلوی آینه ایستاد و به خودش نگاه کرد. چه بزرگ شده بود. حس می کرد شانه پهن شده، قدش کشیده شده و پشت لبش مو درآورده است. نه. سبیل باریکی زیر بینی خود حس می کرد. حتی می توانست دستی رویش بکشد. خیال نمی کرد. اصلا خیال نبود. نباید خیال باشد. برگشت به دوربر خود نگاه کرد. خواهر و برادرش کوچکتر از همیشه به نظرش می آمدند. خیلی کوچکتر. انگار بچه هایش بودند و او خودش را مثل تنه درختی می دید. درختی که در جنگلی کنار همه درخت های دیگر رویده باشد و این بچه ها را مثل دوتا جوجه دو تا پرنده کوچک می دید که روی شاخش نشسته بودند. یک باره حس کرد سر جای باباش مثل وقتهایی که سالم و محکم بود ایستاده است. خودش را از آنچه بود بزرگتر دید. خیال کرد به جلد پدرش فرو رفته است. و حالا باری را که زمین مانده او باید بردارد. رو به در رفت. چرا پوستین بابا رو پوشیدی؟ ماه رو این را پرسید. زلقدر رو به او برگشت و گفت دیگر بابا نیست. او که هنوز از پیش ما نرفته. رفته او هم خیلی وقته که رفته پس ما حالا چه کار باید بکنیم؟ زلغت گفت این نزدیکی ها پایین از مسجد یه کارخونه بلورسازی است. من میرم اونجا میچسبم تا کاری گیر بیارم تو هم میروی به مدرست ماهرو گویی جان گرفت از زیر کرسی بیرون آمد و به جای هر حرفی گفت چایانان نمیخوری برای درست کنم؟ امروز نه باید زود برم اما فردا چرا؟ زلغدر کلیجه پوستین را خوب به شانهایش کشید و از در بیرون رفت. ماهرو جویده جویده گفت من چی؟ برادر شانهش را گرداند و به او گفت مگر یک حرف را چند بار میزنند؟ خواهر خاموش شد. زلغدر پا از در بیرون گذاشت و رو به در کاروان به راه افتاد. استانیاز پیرمرد کلی از در خانهش بیرون خزیده بود و داشت وضو می گرفت. و چراغ باز هم دو نفر را دنبال سر خود به راه انداخته بود و داشت به طرف درشگه شکستش می برد. چراغ علی را که دید التفاتش نکرد. زلغت را هم بابایش را نگاه نکرد. به پیرمرد کلی سلام داد و از در کاروان سرا بیرون رفت. توی کوچه به راه افتاد و کوشید تا قدمهایش را بلندتر از همیشه بردارد. قدمهایی مثل قدمهای یک مرد.